فرمود زینب جان پسر جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب که میشناسی گو. آره بابا. فرمود عبدالله ازت خواستگاری کرده. عرض کرد با جان شما چی میفرمایید؟ گفت واقعا دنبال روی باباش جعفر طیاره. گفت بابا هرچی شما بگی من قبول میکنم، فقط یه شرط من دارم، اونم چون شرط مال مادرمی میگم، اگه قبول کرد منم مانعی نمیبینم برای ازدواج. من باید با حسینم زندگی کنم، هر کاری دارم، اگر حسینم سفری داشت دنبال او میرم. از الان اجازه یه شریشو بگه قبول کنم. به عبدالله ابن جعفر گفت، گفت آقا من غلام شما خانوادم، هرچی شما بگید همونه. اومد دوباره به دخترش فرمود زینب جان قبول کرد. گفت بابام من نمیتونم بدون حسینم زندگی کنم، لذا اون مدتی که تو مدینه بودن روزی یک بار باید آقاشو میدید. شنیدید بارها ام سلمه میگه اومدم خونه عروس دیدم دل گریه میکنه، گفتم بی بی جان یاد مادرت افتادی؟ گفت نه، بالاتر از مادرم، بالاتر از پدرم. گفت سه روز حسینم رو ندیدم، باید علما بزرگان دین مخصوصا شیخ بزرگ ما نجفی فیض ببره رحمت الله علیه، او برای ما میفرمود. اومدن شب عروسی مشاتش کنن، زنها بهتر میدونن، یعنی یه مقدار آرایش برام رست بودم. فرمود اجازه ندارید دست به صورت من بذارید، چون مادرم فرموده تو شبیه حسینی. چون دیشب به من گفتن چرا روزه نخوندی؟ باید اجازه بدن عزیزم، همچنین که نمیشه که. داشتم چیزی دیگه میگم، یه رفتم پیش شیخ اون خدا رحمت، چه روزه هایی میخوند، جیگر آدم میسوخت. داشتم اینو میگفت ام سلمه میگه گفت الان میرم این خبر رو به حسینت میدم. گفت اومدم خانه ابی عبدالله، دیدم حسین داره گریه میکنه. گفت ام سلمه میدونم چی میخوای بگید، من سه روز زینبم رو ندیدم، هر دو عاشق بودن. به قول حاج اکبر ناظم رحمت الله علیه میگم عاشق و معشوق شدن رو به رو. گفت دو تایی اومدن
رسیدن به هم چنون با هم گریه می کردن، مثل این که یه عمر از حسین جدا بودم. رضا میگه وقتی رضا بگم گله از دلت نکنی، فردا قیامت بگی از ما کم گذاشتی، خدا این دو فرزند و بهش عطا کرد که بعضی ارواح مقاتل میگن یه دونه بوده دیگری چیزه از جای دیگه و مادر دیگه. استادان ما میگفتن حد دو تا شمار زینب بودن، وقتی اینا رو بزرگ میکرد شیر میداد، فقط نام حسین رو میبرد، قطره قطره شیر میداد و به نام یار بود. همشون تو خونه حسین بزرگ شدن. عبدالله واقعا عبد خدا بود، دور اینا میگشت میگفت منم زحمت میکشم. ثروت من بود عبدالله ابن جعفر، انقدر ثروت داشته وقتی میاد شام خونه میخره، باغ میخره برای زینب. چرا اینجا میری؟ بیا داریم کربلا. نه بذار اینو بگم حالا که شد. میگه همه چی خریدم، باغ بزرگ، یه بار خواهش کردم ازش بیا تو این باغ یه سری بزن حال دوست بشه. تبعیدی بود زینب سلام الله علیه. میگه عبدالله میگه وقتی وارد باغ شد افتاد، گفت این همه گل ولی گلای منو چل میفهمی؟ از من به یک اشاره از تو به سر دویدنه. واقعا اینطوریه. مستمع مسجد اکبر لذا ما هر شب داریم در مورد یه امام زاده حرف میزنیم، اما امشب داریم در مورد دو تا آقا زاده حرف میزنیم. و هر شب براشون صحبت از حسین کرد تا اینا بزرگ شدن. حالا که میخواد از مدینه بیاد بیرون، اصلا یک بارم به بچه‌هاش نگفت دنبال من بیاد، گفت خدا حافظ و رفت داد. اما دلش یه جور دیگه است. یه وقت منزل اول هنوز نرسیدن به مکه، دید دوتا آقازادش حراسون دارن میان، گریه دارن میکنن. یه نامه ای داشتن، اول اومدن دست مادر رو بوسیدن. آشه اونا دست مادرتون بوسیدن عبادت اعظم هست. گفتن مادر ما رو بابامون فرستاد. به زبون ما نه چون تو مختلی نیست، میگه یه تعارف هم نکردی به ما. فرمود زود برید پیش دایی دون. دست مادر رو بوسیدن، یاد بوسیدن خودش به دست زهرا. اون دمای آخر دستای مادرش روی بود. باید توأم باشه با فاطمه، توأم باشه با زهرا. ای خدا کمک کن من بتونم یه چیزی بخونم. بهترین بنده خدا زینب، هل عطا زینب، نما زینب، ریح
مصطفی عاشورا. حسین جان ای فدای تو زینب کبرا، تو علی هستی و منم زهرا، پس فدای تمام پهلوها. فهمیدی چی گفتم؟ دیگه دوباره بگم، تو علی هستی و منم زهرا، پس فدایت تمام پهلوها، سر خواهر فدای این سر تو، همه ما فدای اکبر تو. گفت ای شاه ما اجازه بده حضرت کربلا، اجازه بده جان این بچه ها، یا به این دنیا اجازه بده قبل از آن که سر تو را ببرن، این سر خواهر تو را. حسین هان 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 ساکت نباش، این دست تو که می‌لرزونی بالا سرت، این حساب شده است. من هوای تو را به سر دارم، به هوای تو بال و پر دارم، از قریبی تو خبر دارم، دو پسر نه دو تا سپر دارم، زحمتم را بیا به باد مده. این که سکوت میکنم میخونم برای که کاملا تو دل جا بیفته، اگه وقت خودت هم زمزمه کرد. زحمتم را بیا به باد مده، اشتیاق مرا به باد مده، در دل خیمه خزدن این دو سر راحت نشستن، این دو دل به لطف تو بستن، این دو با بزرگان نشستن، این دو این دو با یار تو بزرگ شدن، این دو با یاد تو بزرگ شدن، با علمدار تو تمام جنگ کردنشون و عباس به اینا یاد داده، آقا جون امتحانشون گان. حسین جان در کرم سائلی به دست آور، زین دو تا حاصلی به دست آور، سپر قابلی به دست آور، تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن شوها بگی، دل شکستن هنر، چرا یواش، دل شکستن نظرت هم اگر نمی باش، یعنی اگر تو دلت هم نیزم و دل منو نشدم، آقا جان ای فدای تمامی سرها،
سر چه باشد به پای دلبرها، از چه در اشتیاق خواهرها، تو نظر میکنی به دیگرها، آخرش یا اجازه میگیرم یا همین کنج خیمه میمیرم. بذار یکی دیگه شو بخونم. زار و گریان مکن مرا جانا، رد احسان مکن مرا جانا، مو پریشان مکن مرا، باز طوفان مکن مرا جانا. چرا؟ زینب داره میگه ورنه نیزه به دست میگیرم، جان هر آنچه هست میگیرم. جان هر اجازه داد به این بچه دست دایی رو بوسیدن، پای بایون رفتن میان میدان، گفتن اول عبدالله ما پسر عبداللهیم، اما دیدن لهجه اینا برگشت جلوی لشکر، صدا زدن امیری حسین و نعم الامین. حرف مادر لذا همه گفتن ای والا به این خواهر. گفت چه کنیمش؟ گفتن فقط این دوتا بچه انقدر جنگ قشنگ میکنن، فقط باید محاسبه شون کنیم. یه مرتبه دور بچه ها رو گرفتن، بین دو برادر رو جدایی انداختن، صداشون بلند شد دایی حسین به داد ما بره، به داد ما بره. بغل کرد بچه ها رو، اومد تو خیمه ها، بیاد دید زن ها اومدن، رسم بوده از بعد از ظهر عاشورا هر کی می افتاد رو خاک و حسین می آوردش، خواهر می اومد استقبالش. اما وقتی این دو تا بچه رو آوردن نیومد حسین.